سرخط خبرها. وال استریت ژورنال ایران محور نشست محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی. رونمایی ارتش ایران از موشک‌های جدید و تنش آبی ایران و ترکیه. مشروع اخبار. وال استریت ژورنال ایران محور نشست محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد که فرماندهان نظامی اسرائیل و چند کشور عربی با نظارت آمریکا ماه مارس گذشته در شرم الشیخ مصر نشستی محرمانه را برای مقابله با تهدیدهای ایران برگزار کردند. این روزنامه به نقل از مسئولان آمریکایی و برخی مقامات منطقه افزود که این نشست با هدف ایجاد هماهنگی برای مقابله با توان موشکی و پهپادی ایران تشکیل شده بود. وال استریت ژورنال خاطر نشان کرد که نشست شرم الشیخ که پیش از این خبری از آن منتشر نشده بود، اولین نشستی در این سطح است که افسران ارشد اسرائیل و عرب با نظارت آمریکا راه مقابله با تهدید مشترک را بررسی می‌کنند. این روزنامه همچنین اعلام کرد که در این نشست نمایندگانی از اسرائیل، عربستان، قطر، اردن، مصر، امارات، بحرین و آمریکا حضور داشتند. رونمایی ارتش ایران از موشک‌های جدید. علیرضا الهامی، جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش، صبح دیروز 5 تیر ماه 1401 در جمع کارکنان نیروهای مسلح ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی اظهار داشت تنها راه برون رفت و گذر از تمامی تحریم‌ها و تهدیدها قوی شدن در تمامی امور به ویژه در حوزه نظامی است. به گزارش فارس، وی با بیان اینکه فرماندهان، مسئولان و مدیران در بخش‌های مختلف باید همدل و هم‌آوا در راستای اهداف نظام اسلامی قدم بردارند، افزود هم‌افزایی و هماهنگی بین ارکان مختلف نظام قطعاً خاری در چشم دشمنان و موجب پیشرفت کشور است. جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه در حوزه مسائل راهبردی نباید به هیچ کشوری وابسته باشیم گفت، افزایش توان موشکی ارتش و سپاه از الزامات قدرت بازدارندگی و حفظ منافع ملی است که باید بیش از پیش ارتقا پیدا کند. وی با بیان اینکه پدافند هوایی ارتش در آینده نزدیک از موشک‌های با برد 300 کیلومتر رونمایی می‌کند، بیان داشت توسعه قدرت موشکی نماد خودباوری و اتکا به توان و نیروی داخلی است. تنش آبی ایران و ترکیه. مسئله آب به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی دیگر از عوامل بالقوه اختلاف میان آنکارا و تهران است. ترکیه و ایران تا همین اواخر بر سر شماری از مسائل از جمله سوریه و عراق دچار اختلاف نظر بودند و اکنون موضوع مدیریت آب‌های میان مرزی مسئله محوری در روابط دو کشور شده و این تحولی است که در میان مدت می‌تواند پیامدهای جدی برای امنیت منطقه داشته باشد. وزیر امور خارجه و تعدادی از نمایندگان مجلس ایران ماه گذشته طرح‌های بلند پروازانه سدسازی آنکارا را عامل تشدید خشکی در عراق و سوریه و طوفان‌های گرد و غبار در ایران دانستند و این رویکرد ترکیه را غیر قابل پذیرش خواندند. ترکیه نیز به نوبه خود ادعاهای ایران را غیر علمی دانست و سیاستمداران ایرانی را متهم کرد که سعی دارند از ترکیه به عنوان عامل انحراف توجه عمومی از سوء مدیریت شدید منابع آبی کشور خود استفاده کنند.